نقش پاکستان در صلح افغانستان برجسته عنوان می شود و تازه ترین مورد این که چین و پاکستان برای گفتگوی جامعه بین افغانی تاکید کردند اما واقعا این که پاکستان تا حال در این روند چه کرده و چه خواهد کرد بیشتر صحبت می کنیم با جناب آقای فیروز بشری رئیس مرکز رسانه های حکومت جناب بشری خیلی تشکر که تشریف آوردین با باور شما آنچه که در گفتار پاکستان مشاهده میشه در عمل هم ما تا به حال واقعا نمونه از اقدام صادقانه پاکستان به خصوص در روند صلح دیدیم سلام به شما و شامتان بخیر اولا باید بگویم که صلح خواست اصلی مردم افغانستان است و یکی از اولویت های اساسی حکومت افغانستان و شخص جلاد ماب رئیس جمهور است اگر جلاد ماب رئیس جمهور بار دوم اعتماد ملت را به دست بیاره و از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به حیث رئیس جمهور آینده افغانستان برای دور دیگه هم اعلان برنده اعلان شود برنامه وسیع برای صلح و پیشبرد پروسه صلح در نظر دارد میخواهی که بحثا را گفتمان تا سطح ولسوالی ها گسترش بده و یک اجماع قوی تر برای صلح و پیشبرد پروسه صلح ایجاد کنه در پاسخ به سوال شما که نقش پاکستان در پروسه صلح و گفتگوهای صلح با طالبا چقدر مهم است باید گفت که پاکستان نقش کلیدی را در ترغیب طالبا و در ساختن طالبا برای بر حاضر شدن به گفتگاه های مستقیم صلح با حکومت افغانستان داره پاکستان تعهد بیشتر را با ما در بخش های مختلف داده که تانوس پاکستان روی تعهدات که با حکومت افغانستان و خصوص در ملاقات اخیر که جلالت ماب رئیس جمهور با عمران خان در پاکستان داشت خود نمود که لانه های تروریسم بسته میشه در بخش وادار ساختن طالبا با گفتگوهای صلح مستقیم با حکومت افغانستان کار میکنه ولی تانوز متاسفانه هیچ اقدام عملی از طرف پاکستان در بخش برچیدن لانه های تروریسم از بین بردن مراکز تربیه و تمویل تروریسم و طالبا از طرف پاکستان برداشته نشد. چه باید کرد که پاکستان را وادار ساخت به اقدام عملی در این زمینه واقعا چیز ما در دا اختیار داریم که پاکستان را مجبور بسازیم که با اون چی میگه عمل کنه خب پاکستان من حیث یک همسایه ما در این منطقه مکلف است تا برای امنیت منطقه برای ثبات منطقه که هم به نفع پاکستان است هم به نفع افغانستان است و هم به نفع تمام کشورهایی که در این منطقه است می باشه باید اقدامات جدی را در مبارزه با تروریسم برداره نیاز است تا به خواست مردم افغانستان و خواست کشورهایی که در منطقه است و به خواست کشورهای بزرگ جهانی تن بته و اقدامات صادقانه ره در بخش مبارزه با تروریسم و آوردن سال با منطقه برداره خواست جهان است و خواست ما هم است ما جه... از طرف خود اقدامات جدی کردیم ولی از طرف کشور پاکستان تا نوز ما هیچ اقدامی ندیدیم همواره گفته میشه که پناهگاه هم از حراس افکنان در پاکستان است اما اقدام آنچنانی که باید صورت بگرد اقل از سوی حامیان افغانستان صورت نگرفته دلیل در چی بوده؟ آیا شما نتانستین درست لابی بکنین و یا نه؟ هنوز دیدگاه جمعی جهانی برای از میان برداشتن پناهگاه ها ایجاد نشده در چند سال گذشته فشارهای زیاد بالای پاکستان هم به منطقه هم به جهان خصوصا از طرف ایالات متحده آمریکا وارد شده حتی زیر فشار زیاد اقتصادی هم قرار گرفته پول که قرار بود پاکستان داده شود به حالت تعلیق درآمد کارهای زیاد شده ولی پاکستان من یک کشوری که در این منطقه است و نقش مهم در صلح منطقه دارد باید به خاطر منافع کشور خود هم در مقابل تروریسم مبارزه جدی کنه و چنانچه که در پالیسی میگن چنانچه که رهبرانشان میگه چنانچه که امران خان در صحبتهای خود در تغییر پالیسی صحبت کرده امید است این تغییر پالیسی تا سطح تخنیکی و تا سطح عملی هم به میشکل شکل تغییر ما احساس کنه اگر بپردازیم به عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان و یا مو اهدافی را که دنبال میکنه با باور شما آیا پاکستان آماده است و یا به مو هدف خود رسیده که حالا طالبان را بیاره وارد نظام سیاسی افغانستان بسازه و با حکومت افغانستان وارد گفتگوی صلح شود و یا نه هنوز برنامه هایش عملی نشده و ما در انتظار چی باشیم خوب باید پاکستان در جستجوی در منطقه باشه باید پاکستان در جستجوی آرامش منطقه باشه نه در جستجوی اهداف فراتر از آرامش و امن امن صلح، ثبات به نفع تمام کشورهای منطقه است به نفع تمام ملت ها که در این منطقه زندگی میکنه می صلح سال سبب میشه تا اقتصاد کشورها قوی تر شود و رابطه قوی تر اقتصادی بین کشورها ایجاد برنامه اتصال منطقوی جلالت ما جمهور و که منطقه را به چهار راه خصوصا افغانستان را به چهار راه اقتصادی منطقه مبدل کرد یکی از برنامه های کلانی است که ما را میتونه به ثبات نزدیک کنه و به خصوص ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی نیاز است پاکستان در عمل نیت خوبی خود نشان بده و تا بتانیم در منطقه من حیث کشورهای قوی ظاهر شویم و به جهان نشان بتیم که ما من حیث همسایه های خوب میتانیم که نقش قوی در ثبات منطقه داشته باشیم اگر بپردازیم به کشته شدن رهبر القاعده در شبه قاره هند که گفته شده در پایگاه طالبانی هدف قرار گرفته با باور شما آیا رابطه میان طالبان و شبکه های دیگر حراس افغانیان آنچه که گفته شده که باید اینا نداشته باشن با شبکه های دیگر ارتباط ای گسست پذیر است و یا نه طالبان هنوز هم چنان چه دیده میشه با ای گروه ها در ارتباط هستند ما همیشه گفتیم که طالبان بستر خوبه برای فعالیت سایر گروپ ها و شبکه های تروریستی است با شمول القاعده و داعش بنان طالب باید رابطه خود با القاعده و سایر گروپ های تروریستی که در افغانستان و منطقه فعالیت داره قطع کنه تا ما بتانیم گفتگوهای صلح و پروسه صلح به شکل درست پیش ببریم و گفتگوهای صلح با طالبان آغاز شود نیاز است پاکستان فشار لازم را برای مخفیگاه های تروریسم در خاکش که هست موجود است در اونجا فشار لازم را وارد کنه گفتگاه های صلحی که ما همیشه از یاد میکنیم یکی از شرایط مایی است که طالب باید رابطه خود با القاعده قطع کنه هم شبکه های توریستی که وسط منطقه فعالیت میکنه و هم شبکه های توریستی که در منطقه است و شبکه های توریستی جهانی هستند خواست جهان همین بود یکی از شرایطی که امریکا گفتگاه های خود با طالب پیش میبردی بود که طالب باید رابطه خود با القاعده قطع کنه تا جای زیاد این تعهد طالب به امریکا داده بود ولی کشته شدن عاصم عمر رهبر القاعده برای شبقاره هند یکی از علائم بارزی است که تا طالبا با القاعده رابطه نزدیک و تنگاتنگ دارد اگر بپردازیم به آنچه که خواست حکومت افغانستان و امریکا از طالبان در گفتگوها بود که آتش بس و گفتگوی بین افغانی است اما ظاهرا دیده میشه که باز هم طالبان این خواست رد کردند. آیا مسیر دیگری وجود داره به خاطر گفتگو و رسیدن به صلح و یا نه فقط امی گزینه ها میتونه آره ما را به صلح برسانه اولا باید بگیم که آدرس تمام صحبت ها کابل است و طالب باید آدرس که اونجا صحبت کنه و تو را پیدا کنه و او آدرس ما برش میگیم که کابل است و حکومت افغانستان است جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان دومی که طالبا به جز قطع رابطه با القاعده و آتش بس دیگر راهی نداره یگانه راهی که ما میتونیم به صلح برسیم امی است که آتش بس صورت بگیره و رابطه طالبا با القاعده قطع شود این خواست مردم افغانستان هم است خواسته حکومت افغانستان هم است خاص جهان هم است اما دیده میشه که طالبان به عنوان یک گروه جنگجو امی خواستن نپذیرفتن اگر در آینده هم به میخواست خواست تمکین نکنند تن اقدام حکومت چیز برنامه حکومت چیز؟ ما نیروهای بسیار مجهز و قوی و وطن دوست داریم که در مقابل دشمن میجنگه و از کشور خود از مردم خود و از استواردهای اجداد سال خود حراست میکنه قسمی که در انتخابات ثابت ساخت که ما میتونیم امنیت خود خود ما بگیریم باز هم ما آماده هستیم که از وطن خود دفاع کنیم فرزندان صدیق کشور هستند که همه روزه به خاطر دفاع از کشور خود قربانی میتن ما آماده دفاع از کشور خود هستیم جنگ ما جنگ بر حق است مبارزه ما مبارزه حق است و تا آخرین لحظه باید از کشور خود دفاع کنیم و از این کشور دفاع می کنیم و این کار خود ادامه میدیم اگر در اخیر یک جنبندی داشته باشیم که عامل جنگ چه داخلی چه بیرونی در افغانستان کدام مناصر است کدام کشور هاست کی است و کسی که میتونه ما را کمک کنه برای رسیدن به سال آیا واقعا اطمینان دارین که در مقابل امو عناصر اقدام میکنه خب عوامل جنگ معلوم است کسانی که تروریسم می میکنه کسانی کشورهایی که گروپ هایی که از هراس افغان حمایت گروپ هایی که میخواهد جنگ در افغانستان و در منطقه شالاور شود و ادامه پیدا کنه ما امید ما از این کشورها خصوصا از همسایه ما پاکستانی است که در امر مبارزه با تروریسم کشاندن طالبان به پای مذاکرات صلح مستقیم با حکومت افغانستان نیت خود را ثابت کنه و اقدامات صادقانه را برداره تا و همه،, همه منطقه از شر تروریسم رهایی یابه و در بخش ثبات و امنیت نقش پاکستان اه، باید آشکار و ملموس باشه خیلی تشکر جناب بشاریک تشریف آورده تشکر از شما هم